بسم الله الرحمن الرحیم. ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای صمدی که از ادراک ما جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای قادری که خدایی را سزایی و ای خالقی که گمراهان را رهنمایی، جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده و چشم ما را زیای خود ده و ما را از فضل و کرم خود آن ده که آن ده. درود و صلوات بر حضرت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و سلامه. عرض ادب و سلام و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو کلید، برنامه راز و رمز زندگی. خدا کنه صحتمند باشید، سرزنده و شاداب باشید. دکتر صاحب جور است؟ شما زنده باشین. تشکر. به نام خداوند پاک و بی‌نیاز خدمت هموطنای خوبم سلام احترام تقدیم میکنم. خدا کنه کلشون جور باشه. الله آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظیم. یکی از آیات بسیار پر نکته هست که می فرماید بر رسول صلی الله علیه و سلم، خداوند تعالی می فرماید که و از آنچه با آن علم نداری پیروی مکن. علم چیزی را که نمی فهمی در موردش اظهار نظر نکن و تقلید کرکرانم نکن. چرا؟ چون گوش و چشم و دل همه اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. بسیار عجیب است. از یک سو چشم و گوش و اینا اگر گناهکار باشه خودش عذاب میشه و از دیگه سو خودش هم شاهدی هم میاد. به این حد سیستم پیش رفته است. خودش میگه که من این کار کردم. یک، پیام ها: زندگی باید بر اساس علم و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد. دو، بازار شایعات را داغ نکنیم و با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد را از بین نبریم. سه، قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان را که مردم ساده‌لوح را دور خود جمع می کنند بر هم می زند. آیا این کدام علم داره؟ از کجا میگه این گپاره که شما بیادر صف بسته میکنین به صدها نفر در دان دروازی یک تاویز نویس؟ بله. این چی یعنی؟ او از کجا آورده این اطلاعات و این رکتی از او جنگ بندازی، خانم از او از شوهرش جدا که او اختلاف خانوادگی رو در اوجا بنداز. حتی به سوی بسار چی بیا ما مولم ولی اکیل پارلمان میسازمت تاویز بگی وکیل پارلمان شو. اگر ما با قرآن باشیم و از قرآن آگاهی داشته باشیم هیچ وقتی به دروازه جادوگر و کاهن و پیشگو نمیریم. چهار، راه شناخت تنها حس نیست. ما میگفتیم پنج حواس داریم. پنج حواس های پنجگانه که میگن تنها میگه از این راه نیست، دل نیز یکی از راه های شناخت است، به شرطی که اون سیستمش باز بفهمیم. پنجمی که در قیامت از باطن و نیات هم بازخواست می شود. ششمی که ایمان، اینیش بسیار خطرناک است، از در قیامت از باطن و نیات هم بازخواست می شود، خدا رحم کند. یعنی اگه نیت بدم برای کسی داری باری. ولی ما قبلا اینطور برداشت داشتم استاد که امین نیت نیکی که نسبت به دیگرات داری برات پاداش داده میشه، اما نیت بد تا زمانی که عمل نکنی جزا نداره. چون باز در جای دیگه میگه که اگر کسی مثلا قتل میشه کشته میشه، شما در کشته شدن از او سهم ندارین ولی از مرده از او خوش شدین، از اینکه مرده خوش شدین. شما را هم میگه پرسان میکنست که تو چرا خوش بودی که او کشته شد در حالی که یک آدم بیگناه بود. شش، ایمان به قیامت و حسابرسی خداوند عامل پیدایش تقواست. بله. نه، هفتم است که بهره برداری صحیح نکردن از جسم و امکانات مؤاخذه خواهد شد.
عمر دادیم چی کردی، جوانی دادیم چی کردی، امکانات و نعمت در خدمتت بود، درس خواندی، در خدمت به مردم کردی یا نه؟ بله، خداوند توفیق به تکل ما را که بتانیم استفاده درست کنیم، که جواب درست داده بتانیم. شما زنده باشین. بحث ما در مورد بلند بردن عزت نفس بود و یک تعداد موضوعات برای دوستان اشاره کرده بودم که یک مختصرا یادآوری میکنم، تکرار شوه، حسن تکرار شوه. اول گفتیم که ما بپذیریم دنیا دنیای تفاوت هاست و تفاوت با ما به معنای بدی و دشمنی نیست، بلکه زیبایی زندگی است. دوم، انسان اشتباه میکنه، از اشتباه نترسیم، از اشتباه درس یاد بگیریم، تکرار نکنیم. سوم، اگه میخواییم عزت نفس ما بالا بره، روحی بخشش داشته باشیم، خدا ببخشیم و دیگرایی که معذرت میخواه ببخشیم. چهارم، از شکست نترسیم، شکست در زندگی انسان واقع میشه، ما از شکست ها باید یاد بگیریم و به پیش بریم. پنجم، از حرف و نظر قضاوت مردم نترسیم، ما کارو خوب درست انجام بدیم، ای که دیگه چی میگن و چی فکر میکنن مربوط از اونا میشه. ششم، خود و دیگرها را شخص بدانیم، وسیله ندانیم، انسان بدانیم. هفتم، مقایسه نکنیم خود با کسی، ما هر کدام ما موجود منحصر به فرد هستیم و این مهم. هشتم، حسادت نکنیم، اما تو که در آیت شریف شما اشاره کرده این حسادت در قدونم یکی نه در دل است که شما علیه کسی میگیرین، نمی خودتان هم رنج میده، عذاب از این گپ همیست که خودت رنج میکشی. بعضی وقت میگن که یکی از دوزخ های نمی دوزخ درون خود ماست، از این که دیگه خود چی رنج بالاتر. بله، که هر لحظه تو حسود باشی، حسود باشی. نوام، با کسی رقابت نکنین، ما نامدیم با دیگر رقابت کنیم، ما در یک مسیر خوب قرار میگیریم، روز به روز پیشرفت میکنیم، خود بهتر میسازیم، ولی با هیچ کسی رقابت مسابقه نداریم. دوم، اصلاح باورهاست، باورهای خود خوب بسازیم، خود بد ندانیم، دیگرها را بد ندانیم، زندگی را بد ندانیم و با یک ایمان کامل، با یک قلب مطمئن میتونیم در مسیر زندگی خوب پیش بریم. یازدهمین گام بر بلند بردن عزت نفسی بود که ما از سن سال خود نشرمیم. یک واقعیتی است که است و ای که ما در قسمت سن خود دروغ میگیم یا شرم داریم، این نشان میده که ما عزت نفس نداریم و انسان فقط اونو روزها و سالها در نظر میگیریم، دالی که شرافت و اخلاق و معنویات مهمترین اصل پیش انسان است. و دوازدهم، زیاد به زیبایی و آرایش اهمیت ندیم، افراط نکنیم و وقت خود زیاد ضایع نکنیم. ما به جای سو که به فکر ازی باشیم که چقدر چشم خود زیبا ساخته میتونیم، در کتارایش فیشن نیم، ما او چشم در زیبا دیدن و خوب دیدن خوبتیم. بله، و به جای آرایش ظاهری سر آرایش معنوی خود کار کنیم. این بسیار مهم است، ذهن خود زیبا کنیم کاملا، رفتار خود، اخلاق خود، این بسیار مهم است. سیزدهمین موضوعی که میخوایم امروز بر بلند بردن عزت نفس اشاره کنم است که کسایی که عزت نفس ندارن در قسمت ازدواج خود یک اشتباهی بزرگ میکنن. او اشتباهی است که اینا فقط به خاطر پولدار شدن با آدمای پولدار آرسی میکنن، با وجودی که مثلا از نظر سینی مطابقت ندارن، از نظر کرکتر جور نمیه با مو آدم، میفهمه که آدم خوبم نیست، ولی چون پول دارن میار فقط برش پول هسته. چرا اطور است؟ چون خود از یادم عزت نفس نداره. وقتی ما عزت نفس نداشتیم، ارزش خود در وسایل بیرونی میبینیم. این فکر میکنه اگه من پول دار شوم یا با یک آدم پول دار آرسی کنم دیگه من با ارزش میشم. با اون خاطر با آدم های پول دار آرسی میکنن، با آدم های مشهور که به یک شهرت برسن، از این طریقه میبینین ارزش خود در یک جای دیگه جستجو میکنن، در خود نمیبینن. یا به خاطر خارج رفتن شما میبینین که چی در بدری در کشور ما جریان داره که به خاطر از اینکه ایر خارج ببرن که یک کسی آرسی میکنه که نه از نظر سینی، نه از نظر فکری، نه از نظر رفتاری هیچ مطابقتی با هم ندارن. آرسی میکنه اونجا که میرن یک جنگ، داوا، پریشانی، یا کسایی از همینجا نامزاد شدن، حال نامزاد اونجا ساتش درسید 5 سال 10 سال میشه اینجا اونجا مانده. این خوش هستیم که ما با کسی که در خارج آرسی کرد، این یک بدبختی است و کمبود عزت نفس ما را نشان میده. یا مثلا به خاطر پول و شهرت و اینا خود غلام و
نوکر دختر یا بچه فلانی میکنه، با دختر فلانی عرسی کرد، با بچه فلانی عرسی کرد، میبینی؟ یعنی با قول دکتر سیولی شریعتی اینا با عوض زن، یعنی با پدر زن عرسی میکنه. بله، این اینجاست یک مشکل که داماد فلانی سرش نیست. این بدبختی است. بنان دوستای نازنینه، مگر میخواین که عزت نفس داشته جان پرسارش میگه بچه کیستی؟ میگه داماد فلانی است. او که داری پدر تا پرسار میکنه، نه که داد خسر ده. اینه دیگه، شما میبینین موضوع را یا خسر بره فلانی است، یا مزنه که به اون طرف چی میگه، یا فلانی یازده ایم است و امثال دیگه. درست میکن ازدواج قرار است که سبب سلامت روانی فیزیکی ما، سبب خوشبختی ما شوند، نه که ما را بدبخت بسازه. بنان اگر عزت نفس دارین دوستای از نازنینم، با یک کسی که مطابقت با زندگی شما داره، با او خاطر به اساس اصلی که بر ازدواج است، که مثلا سنت است یا مثلا بر تولید مثل است یا بر رسیدن به یک آرامش است، اینی اهداف شما دو جستجو کنین، نه اهدافی که ما ذکر کردیم. اگر شما دنبال از او اهداف هستین، یعنی عزت نفس ندارین، یعنی شما عزت خود در یک جای دیگه با یک کسی دیگه جستجو میکنین و ایر اصلاح بسازین. امی دیروز یک دختر خانم ماینه خانه آورده بود، پدرش و خواهرش نامزاد شده. بله نامزاد شده، دو ماه از نامزادی گذشته، حال شدید مریض است. چرا؟ ولی من که نامزادم تلفن خریدن رفتم، دیدم اطرافی گپ میزنه. خیلی شما دیگه عمق فاجعه رو ببینین. من برش گفتم، ولی حالی من پشیمان هستم. من گفتم اگه او آدم پشیمان باشه یک گپی، به خاطری که تو یک آدمی هستی که تو کلام و لغات و اینا را جستجو میکنی، تو چطور میتونی پشیمان باشی؟ با یک آدم خوب و صادق روبرو هستی، الفاظش مثلا بمبرقمی که تو کارداری یا به فرهنگی که تو کلان شدی نیست. و تو به خاطر از این که لفظش که مثلا بلهجی اطرافی صحبت میکنه، تو بگیریزم میبینین چی گپ است. یعنی این آدم فکر میکنه که اگه یک روزی جای صحبت کرد، این خوارخوندای ما یا فامیل یا چی خود گفت، فامیل کلیگی میگه او بهترین بچه، با اخلاق ترین بچه است. اما این شما ببینید کجا پیدا میشه یک از شعار خودتان باشه. بعدش نه، شما ببینین یک آدمی داشته باشه خوب و طور منظم گپ بزنه، ولی 20 تا عیب دیگه داشته باشه، شما فکر میکنید کار خوب شده؟ نه، بنان این نشان میتکم بوده عزت نفسه. بله بنان، ما باید اما اساس موضوع را در نظر بگیریم که چرا ما ازدواج میکنیم. بله، دلایل اصلی ازدواج تعقیب کنیم، نه ایره که یک ازدواج نابرابر است. تو از نظر دینی اما برابری را یکی از شرایط عمدی ازدواج بر ما کف باشن. بله بله، قبول که انسان سالم ازدواج میکنه، انسان سالم میخواد اولاد دار شه، ولی نباید با دلایل غلط باشه این کار. بله. روزی که دلایل غلط است، یکی از موارد نشان دهنده عزت نفس پایین است. ازدواج خوب است، ولی ازدواج بد خیلی بد است، بسیار بد است. بنان اگر شما اون ازدواج های بد میکنین، دگالی که من صحبت میکنم، من خود صدها قضیه شدیم، شما خودتان هم دور بر و قوم خیش و همسایه را میبینین که به خاطر اهداف غلط وقتی ازدواج کردن سبب پریشانی و دربدریشان شده و حال یکی به فرق دیگه خود زده میرن، روزگار خود خراب ساختن، پشیمان و پریشان هستن که چوری کار کردن. بنان بله. اگر از اول امیر ما فکر خود بگیریم، درگیر ایتو مشکل نمیشیم. ما باید آماده ازدواج باشیم و این ازدواج سبب تعالی دو طرف شوه. آماده ازدواج بودن به این معنا که ما مثلا یک اخلاق خوب داشته باشیم، رفتار خوب داشته باشیم، یک شخصیت خوب داشته باشیم، سازگاری بتونیم، نه که غم برای هم دیگه جور شیم. بعضی ها رو دیدیم که بعد از ازدواج تباه و برباد است، نه جنجالشان شروع میشه. یعنی در مجردی آدم فعال بوده، کار میکده، زحمت میکشده، حالی که ازدواج کرده ای از موضوعات خانه نمی برایه. بله. در پالی دیگه عوامل، بس ما ازدواج نیست، بس ما فقط سر از ایست که عزت نفس پایین سبب ازدواج غلط میشه. بله. بنان ازدواج غلط است موضوعی ما. ازدواج غلط پیش آدمایی که کمبود عزت نفس دارن. بله. بس ما ازدواج نیست که خودش بس طولانی است که دا وقتی صحبت خواد کردیم. کسایی که عزت نفس ندارن میخواین یک شبه
اینا به یک موقف برسه، مثلا از این طریق، از این طریق ازدواج چی مانا این بعد از این بگه زن دکتر صاحب است، زن انجینیر صاحب است. خواهد نظر دکتر صاحب همه تو رامعه ساخه، اون نفر مثلا خسرش یک کار است، این بچه دامار خلاص دیگه، صبح دیپلمات میشه، تعیین میشه، یک جای میره بهتر اون هست دیگه، خواهی نمیگه چیزی واقعیت هست. یعنی ما بار بار دیگه در اینجا رو گفتیم، ما واقعا در فرهنگ ما به صورت اون شما کمبود عزت نفس هم میبینید. بله. یعنی همی هر روزی که ما یک موضوع را صحبت کردیم، شما به صورت عموم و گسترده میبینیم که در جامعه ما هست، هست، وجود داره. بله. بنان و ای که هست و آمز به این معنی نیست که درست است. بله کاملا. یعنی مثل غلط مشهور و غلط مشهور و ریس. بله. هیچ وقت کثرت درستی را نشان داده نمیتونه. از این خاطر یگان جای قرآن کریم اشاره میکنه که اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، سرون لا یفقهون. و حتی کسایی که عزت نفس ندارن میفهمن، ناروسی به خاطر میکنن که نمی همسر خود بر دیگران نمایش بدن. یعنی چی مانا؟ او چوشوش چقدر مقبول است یا زنش چقدر مقبول است. خب خودش در خانه که از او در به در به خاطر اخلاق و پریشانیاش، ولی فقط دنبال عزیز که مردم از بیرون میره چی میگه. احتمال هم داره خیلی که مثلا نور مقبولی یاش نشان میده به خوار خاندایش یا بیادر خاندایش، باز اونمو یک چند روز اگه خدای نخواسته، خدای نخواسته کدام مشکل است خلاص از دیگه. آخه چون ارزش از او را به مو اساس دیده. آلیم. یعنی یک باز در بحث ازدواج خود گفتیم تقاد نشان میده مقبولی که آخرین درجه هم باشه شش ماه میتونه زندگی زن و شیر پیش بره. اما چیزی که تداوم میده اخلاق و رفتار انسان است. هیچ وقت تنها مقبولی نمیتونه سبب تداوم زندگی شه. بسیار مقبولا رو شما میبینید که یک فرق دیگه خود میزنن. یعنی بحث ما این نیست که مقبولی چیز بد است، به هیچ عنوانی گپ ما نمیگیم، ولی بحث ما است که مقبولی در درجه دوم قرار داره. اول اخلاق و معنویات و انسانیت و شرافت ماست. یعنی اگر یک همسر کسی انتخاب میکنه، عمویی که با اخلاق تر است، اونموش مناسب تر است. یعنی اگر بر شما تو گزینه باشه که یک مقبول بد اخلاق و یک بدرنگ با اخلاق، و بدرنگ با اخلاق ترجیح است. ولی گپ ایست که باز انسان ها در مجموع مقبول هستن. استاد اگر مقبول خوش اخلاق بود دیگر نور رو خود دیگر تالیه کردن، او خود تالیه کردن. ای بنان در نظر بگیرن که ما اگر اکم بستم نکنی که مردم دیگه پشت مقبولان نرن. ما مقبول هم بگیرن. ما تناسب زندگی خود بگیرن. بعضی وقت قرار نیست. امی بیخی یک کسی ایتو شده بعضی ها روسی کردن ایچ با هم تناسب نداره، هر روز باید گپ دیگاره بشنه، ای شویت هست، ای زنت هست، ایچ یعنی باورشان مثلا نشه. خود چی ضرور معامل یک کاری کنیم که بعد از 20 سوال بر جانب مقابل اولی سوال پیدا میشه که من اشتباه کردم، یک تکلیف روانی پیدا شد، در حالی که فلسفه از ازدواجی بوده که ما را با آرامش برسانه و ما هم سر شوه نه درد سر. بله ما نارامی ما باز شروع شوه و وقتی ما اون عزت نفس نداریم بنابر دلایل غلط خود به مشکل مواجه می سازیم. بعضی ها ماینه خانه می آین از مثلا شکایت شنیست که ما والا خانم چاق کار داشتم اما این لاغر است، خیلی با لاغر چرا رسی کردی؟ چون مود است. و یا برعکس، و یا برعکس به خاطر مود رسی کرده، به خاطر که دگاهی را ایالت خوب میگه، به خاطر که اجتماع خوب میگه، شما به خاطر که تلویزیون اعلانات تجارتی یا سریال بعضی چیزها را نمایش میده اینا درگیر از ایالت میشه و شما متاسفانه میبینین یک پیران یک کسی در یک تلویزیون و چیزی میپوشه، میبینین چه قصر از اول دیگه مردم مصرف میکنه و خاطر کور بپوشه، یا یک کسی آرایش کرده یک امو آرایشه یا جرایی کرده، کلی گال دنبال جرایی است که چشم میا بینیم یا چطور باشه. این کمبود عزت نفس ما رو نشان میده. بله. و بیاین که اصلاح کنیم دوستای نازنینم، ازدواج به خاطر دلیل خوب و درست و مناسب باشه، نه به خاطر از اینکه شما به یک شهرتی برسین، نه ای که به پول برسین، نه ای که به خارج شما را ببرن. اینیا دلایل غلط است. من نمیگم باز سعی کنین تعمیم نتین، موضوعتون نیست که کلیگی که ازدواج کرده و خارج رفته بدبخ شده. نمیتونه ازدواج درست هم واقع شده باشه بنابر دلایل منطقی و خوب بوده باشه، از جمله یکی از دلایلش خارج رفتن هم بوده باشه، اونجا هم خوش باشن. ولی اگر به صورت کل پرسون کنین، اکثر کسایی که از اونجا آمدن ازدواج کردن رفتن بدبخت هستن. چرا؟ یک بچه در اونجا با یک فکر و فرهنگ دیگه کلان شده، دختر اینجا آل اونجا جنگ و دعوا میکنه. مثلا مثال تو شکایت شما دماینه خانه که ببینیم معلوم میشه، مثلا دختر اونجا با حجاب است اما بچه
جنجال داره که نه اینجا تو باید مثلا به این مود برابر باشی یا برعکس. یا برعکس دختر اونجا حالی که رفته حجاب نمیپوشه این بچه الان بچه میگه من تو را آورده بودم از اونجا که به اینی خاطر امتیاز بود تو که اینجا دخترهای خوب بود ولی حالی تو چرا تو میکنی این شما میبینین اصلا هر چقدر تفاوت فکری زیاد شود در ازدواج عامل جنگ و جنجال است بیشتر میشه است. یکی از دلایلی است که شما وقتی ازدواج مناسب میخواین بکنین که تفاوت فکریتان زیاد نباشه شما با هم سازگاری داشته باشین همخوانی داشته باشه فکرتان دالی کنه اگر ما عوامل غلط در معادله شامل ساختیم بله. موضوع بر خود سختتر میسازیم اونم معادله یک مجهوله و دو مجهوله و سه مجهوله جور میکنیم که الکدنش دیگه از زور ما بالاست. و این میشه سبب جگرخونی ما سبب پریشانی ما حتی امیره باید بگویم که اینمی مصارف بیش از حد و امی رستورانت های فلانی و فلانی باشه اینا خودش کم بوده عزت نفس نشان میده شما چرا میخواین فرض مثال او فلانی هتل باشه فلانی. که بدیگاه نمایش بتین که اینه ما ده اینجا بچه را قرضدار قرضدار ساختن فلانی آرایشگاه باشه فلانی آرایشگاه باشه حتی در بعضی قوما جنجالیست دختر تا نمیتن که سعی که شوهر تو در فلانه هتل آرسی گرفته نتانست دالی که در قوما رواج است که کلگی مثلا دو هتلای خب شما اینه تصور کنین هتلای سرک قرضدار کو بدبخت بساز بیچاره بساز که چهار نفری که بیام گو در چی جای آرسی کرد دالی که مردم در صورت گپ بد خود میزنن که بیام میگه خاک در سر اقتصاد طبیعی مصرف طبیعی حتی سر نوع موتر که کدام موتر باشه در کجا گل بزنیم بله کدام هنرمند باشه کدام هنرمند خب سر اگه تو مهم است و حتی سر پیران در مثلا در محفل عروسی جنگ است که مثلا بچه داماد میگه از تندار پوشی میگه نه من مثلا به این دیزاین میپوشم چرا ولی مردم چی میگه خال تو کت شوهرت عروسی میکنی کت مردم نمیکنی اما اینا کلش یعنی اگر شما جستجو کنین دلایل یکی از دلایل عمدهش در پلی دیگه دلایل نمیگم که تنها دلایل یکی از دلایل عمدهش کمبود عزت نفس میباشه گپ ما به طولانی شده از پیش ما گپی که شما ازدواج به خاطر دلایل درست و خوب انجام بدین نه به خاطر تاثیرات کمبود عزت نفس بله خب دوست عزیز به وقفه میریم پس از وقفه با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.